سلام، امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه. یه لحظه این فوتج رو ببین. احتمالا حد زدی که من میخوام تو این کلیپ در مورد اون افکت درخشندگی گلو یا به زبون علمی تر افکت بلومینگ صحبت بکنم. همین اول کار من یه کات میزنم روی بحثمون، یه مثالی میزنم، مثال رو میذاریم کنار، بعدم بهش میرسیم. فرض کن یه تعدادی لیوان داریم، مثلا 400 تا لیوان. عددی که میگم همین جوریه ها، چون فقط میخوام یه تصویرسازی ذهنی داشته باشیم. این 400 تا لیوان رو من میام توی یک چینش مربعی میچینم، ردیف های 20 تایی، 20 20 تا، 400 تا، اینجوری مربع مانند این 400 تا لیوان رو کنار هم میچینم. حالا میام توی هر کدومشون یه مقداری آب میریزم، مثلا روی یکی یک دهمشو پر میکنم، توی یکی تا نصف پر میکنم، توی یکی چی نمیریزم، توی یکی لب به لب پر میکنم و توی یکی هم انقدر آب میریزم که از ظرفیت لیوان بیشتر بشه. خب مثال رو همینجا میبندیم، میذاریمش کنار، بریم سراغ بحث. ممکنه تصوری وجود داشته باشه که افکت بلومینگ طبیعی، مگه غیر طبیعی هم داریم؟ آره، توی نرم افزار میشه افکت بلومینگ ایجاد کرد. من توی تقریبا اکثر کلیپام به صورت مصنوعی افکت بلومینگ رو ایجاد میکنم، مثلا با پریمیر افتر افکتس، یا اگه با داوینچی کالر گرید بکنم با داوینچی اینو ایجاد میکنم. داریم در مورد بلومینگ طبیعی صحبت میکنیم. خیلی ها ممکنه تصور بکنن که بلومینگ به خاطر خطاهای داخل لنز هست، یعنی اون المان‌هایی که توی لنز چیده شده یا حالا اتفاقاتی میفته که اون حالت حاله نور یا اون درخشندگی یا اون گلو رو ما خواهیم داشت. اما من میخوام بهت ثابت بکنم که بلومینگ به خاطر نه لنز بلکه به خاطر سنسور دوربین هست که ایجاد میشه. چند وقت پیش من یک کلیپ دادم بیرون در مورد اینکه سنسورهای دوربین چطوری کار میکنن. اگه ندیدی حتما برو ببین، حکم پیش نیاز این کلیپ رو داره. ماجراش این بود که سنسورهای دوربین وظیفه‌شون، طرز کارشون اینه که وقتی نور بهشون میخوره، به زبون علمی تر وقتی فوتون‌های نور بهشون میخوره، این فوتون‌ها رو میان طی سازوکاری تبدیل میکنن به الکترون، و وقتی که این اتفاق افتاد و یه سری اتفاقات بعد، سنسور دوربین، سی پی یو دوربین میتونه تشخیص بده که دنیا چه شکلی هست. هیچ چیزی توی دنیای ما ظرفیت نامحدود نداره. یعنی چی؟ یعنی اون پیکسل های روی سنسور هم تا یه جایی میتونن روی خودشون فوتون رو تحمل بکنن، تا یه جایی ظرفیت این رو دارن که ما بهشون فوتون نور بتابونیم، تا یه جایی میتونیم بهشون نور بزنیم. یه جا به بعد اگر نور بیشتر بشه، مقدار فوتون ها بیشتر بشه، یا به اصطلاح علمی ترش FWC یا Full Well Capacity اون پیکسل بیشتر بشه، چه اتفاقی میفته؟ برمیگردیم به مثال اون لیوانا. اگه من توی یه لیوان انقدر آب بریزم که لب به لب بشه، ظرفیتش تکمیل بشه و بعدش بیشتر آب بریزم، چه اتفاقی میفته؟ خب هیچی دیگه، چون همه لیوانا کنار هم هستن، آبش سرریز میکنه توی لیوانهای دیگه. دقیقاً این اتفاقیه که توی سنسور هم میفته. اگر من از FWC یک پیکسل دوربین بیشتر از حد بهش فوتون بتابونم، اتفاقی که میفته اینه که اون فوتون‌های نور سرریز میکنه، منتقل میشه به پیکسل‌های بغلی یا مجاور. آها، پس اینکه من توی یه تصویری افکت گلو دارم، یه نقطه روشنایی هست و کنارش هم بی دلیل حاله نور داره، دقیقاً همینه. وقتی که توی اون نقطه روشنایی رو ما به زبون سنسورها بررسی میکنیم، اونجا فوتون‌های بسیار زیادی داره میخوره به اون مقدار پیکسل‌ها، به اون سطح پیکسل‌ها. خب از FWC‌ش میزنه بالاتر و به خاطر چیزی که گفتم سرریز میکنه توی پیکسل‌های مجاور و همسایش، و ما قسمت‌هایی از تصویرمون رو که در واقع هیچ نوری اونجا وجود نداره رو به صورت قسمت‌های روشن‌تر از چیزی که باید باشه میبینیم. همون حاله نوری که دارم در موردش صحبت میکنم، همون افکت بلومینگی که موضوع این کلیپ در موردش هست. حالا چون ممکنه بعدم به کارت بیاد، بهت میخوام بگم که طبق تجربه توی چه سناریوهایی ما احتمال داشتن افکت بلومینگمون بیشتر هست. خیلی اگه بخوام کوتاه بگم، نواحی که اصطلاح عکاسیش هست heterogeneous illumination، جاهایی که
درخشندگی ناهمگون دارن ما میتونیم شاهد افکت بلومینگ باشیم. مثلا کجا؟ مثلا یک چراغی توی تاریکی، درخشندگی ناهمگون، اینجا کاملا سیاه، پیکسل بغلیش کاملا روشن، ناهمگون. یا مثلا شعله آتیش توی شب، یا مثلا عکاسی از ستاره ها، روشنایی در کنار تاریکی دقیقا در کنار هم، یا آبجکت هایی که کنتراست بالایی دارن، اینا همشون جزو هتروجینیس ایلومینیشن محسوب میشن. و اگر توی همچین سناریویی بودیم ما میتونیم انتظار داشته باشیم که تصویر ما مستعد داشتن افکت بلومینگ هست، یا الان بهتره بگیم که خطای بلومینگ هست. حالا نکته جالب تر اینه که ما دو مدل افکت بلومینگ یا گلو داریم. یکی افکت بلومینگ افقی یا هوریزونال بلومینگ هست که خب ما بیشتر اون رو به صورت حاله نور میبینیم، همون مثالی که الان زدم. یه افکت بلومینگ خیلی جالب دیگه هم داریم که دقیقا برعکسه، افکت بلومینگ عمودی یا ورتیکال هست که ما بهش اسمیر هم میگیم. اسمیر چیه؟ حتما دیدی که توی بعضی صحنه ها یک منبع نور قوی هست، بعد اون صحنه رو توی حالا دوربینت به صورت یک باریکه خیلی تیز از نور میبینی که به صورت عمودیه. ممکنه تا این لحظه فکر کرده باشی که اون به خاطر داستانایی که توی لنز وجود داره، اما اون اسمیر هست، بلومینگ عمودی. حالا ممکنه برای سوال پیش بیاد که خب ما الان میدونیم بلومینگ چی هست، اما خب بالاخره بلومینگ خطاست، ممکنه بعضی جاها ما نخواهیم ازش استفاده بکنیم، چطوری میتونیم از شرش خلاص بشیم؟ دو حالت وجود داره که ما میتونیم از شر بلومینگ خلاص بشیم. یک اینه که استراکچر آنتی بلومینگ داشته باشه اون سنسور ما، یعنی از اول سنسور جوری طراحی کرده باشن که یه فکری به حال اون شار اضافی که روی پیکسل های بغلی ریخته میشه انجام داده باشن. خب تا یه حد خوبی میتونه جلوش رو بگیره، البته مزایایی داره معایبی داره، نمیخوام تو این ویدیو در موردش صحبت بکنم طولانی میشه، این یه چیزه که به ما ارتباطی نداره. کار دومی هم که میتونیم انجام بدیم اینه که اون لیوانه رو نذاریم سرریز بکنه، اونجا آب بود اینجا نوره، فوتونه، یعنی انقدر به پیکسل ها نور ندیم که سرریز بکنه روی پیکسل های بغلی. چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ خب مثلا میتونیم اپچر لنزمون رو ببندیم، دیافراگمش رو میتونیم ببندیم که مقدار نور که وارد از لنز عبور میکنه کمتر باشه، یا مثلا میتونیم از فیلتر ND استفاده بکنیم، نوترال دنسیتی، اصلا کلا دیگه مقدار نوری که وارد لنز میشه رو کمتر میکنه، یا حتی میتونیم اون سکانس، اون سناریو، اون صحنه ای که داریم ازش عکاسی یا ویدیوگرافی میکنیم رو یه جوری انتخاب بکنیم که هتروجینیس ایلومینیشن نداشته باشه، خیلی ناهمگون نباشه. اما ببین خودمون بمونه، اگرم بود و اگرم ما افکت بلومینگ داشتیم، خب داریم دیگه، افکت خیلی قشنگیه. خیلی ها نمیدونن که این یک خطاست، فکر میکنن که یک چیز خیلی خوشگلیه که عکس یا فوتج ما رو رویایی میکنه، انقدر رویایی میکنه که حتی توی فیلم ها، فیلم های خود من حتی، یا حتی توی بازی ها هم میان به صورت مصنوعی اونو ایجادش میکنم. مثلا اگه GTA 5 بازی کرده باشین، یا Red Dead Redemption 2 بازی کرده باشین، یا خیلی دیگه از بازی های دیگر رو انجام داده باشین، احتمالا میبینید که اون نقطه هایی که خیلی روشنه یه حالت حاله نوری اطرافش وجود داره، اون بازسازی افکت بلومینگ به صورت مصنوعی هست. خب این کل چیزی بود که من در مورد بلومینگ میخواستم بهت بگم. اگه سوالی داری یا نکته‌ای به ذهنت میرسه برام توی کامنت بنویس. همونطور که میدونی من محمد رضا صادقی هم و اسم هنریم رضا صادق.